امید صحت و سلامتی شما پروگرام سیهی از طریق شبکه تلویزیون ایمان به حضور شما تقدیم میکنیم. متصدی پروگرام شما مثل همیش عزیز کمالی، متخصص امراض داخله، استاد فاکولته طب پانتون دیویس واقعی در شمال امریکاست. ما بازم از محترمینه که به ما ایمیل فرستادن، ما بسیار ابراز امتنان و سپاسگزاری است. و در پروگرام گذشته ما یک اندازه صحبت روی توبرکلوز کردم، البته این موضوع تمام نشد و امید است که در پروگرام های آینده روی ازی بازم صحبت بکنیم. ما ایمیل های زیادی درباره امراض مختلف گرفتیم و انشاءالله در نظر است که به خدمت شما تقدیم بکنم. منتها آگاهی نظر به معاذیر شخصی و البته علمی و اینا یکان دفعه نمیشه که ما با پروگرام اینجا با قسم منظم بیایم و تصمیم به این شد که گاگای بعضی پروگرام ها را پیش از پیش ثبت میکنیم، یعنی به قسم زنده یا لایف نمی باشه، یه به حضور شما تقدیم میشه. مخصوصا در ماه آینده اپریل و می تا یک اندازه من مصروفیت های شخصی خود من به پانتون و همچنان به کار که دارم اگذار زیادتر میشه. با مون نظر امید است که شما هم معذرت مرا قبول بکنین، اما البته ایمیل ما همیشه به خدمت شما باز است. هر وقتی که شما هر امر باشه انشاءالله تا حد امکان ما تلفن‌های شما را همیشه جواب دادیم و ما همیشه به خدمت شما هستم. در چندین ایمیلی که به ما رسید و از ما خواهش شد که ما روی مرض HIV یا ایدز human چی صحبت بکنم و immune deficiency virus یا acquired immune deficiency syndrome است که البته بعضی از محترمین خواستن که ما یک کمک انگلیسی صحبت بکنم و کمک او را به دری هم ترجمه کنم و راستی برتان عرض بکنم که ایره من تقریبا یک دو سه ساعت پیشتر از بعضی لکچرهای سابقه که من دادیم از او کمکی را اقتباس کردیم و خدا کنه که من خط خود خوانده بتانم. امید است که من انشاءالله تا حد امکان به انگلیسی و همچنان به دری را به خدمت شما تقدیم میکنم. اطور است که HIV is a lentivirus which is a slowly replicating virus that causes AIDS eventually. از جمله یک ویروس ها مثل انسان ها نامای با تمام میکروب ها نام داره، یه مربوط فامیل لنتی ویروس است که البته یه بالاخره به تدریج به طرف یعنی منجر به اید میشه که او را به نام acquired immune deficiency syndrome هم نامیده میشه. The condition is what is HIV? It's a condition in which progressive failure of immune system allowing life-threatening infection, cancer and other diseases to thrive. یک حالت است که بالاخره حمله میکنه روی سیستم معافیت بدن که معافیت بدن وقتی که تخریب میشه این زمینه را مساعد میسازه برای بروز بعضی امراض دیگه، مثلا عفونی یا انتانی و همچنان بعض کانسرهای جلدی که ترایف بکنه، یعنی رو به تزاید بره، رو به پیشرفت بره. دیگر تکلیف اصلی
HIV است که اصلا نیم و به حساب تخریب حجرات معافیت بدن است. HIV infects vital cells in human immune system such as helper T cell که به نام D4 هم یاد میکنیم ما. Macrophages. Macrophage همه حجرات است که بلع میکنه و dendritic cells. بازم تکرار میکنم که HIV infect vital cells in the human immune system such as helper T cell, macrophages and dendritic cells, dendritic, یعنی سبب تخریب حجرات اساسی معافیتی بدن میشه که اینها این حجرات را به نام CD4 و یا helper T cell و macrophages. Macrophage هم حجرات است که تمام میکروب ها اینا را بلع میکنه، حتی کانسرهایی که ساخته میشه، و باز چیز dendritic cell است که کلی از اینا همین سه حجرات که معرض شدی تقریبا هم حجرات اساسی معافیتی یا immune system در بدن است. HIV infection leads to low level of CD4 through a number of mechanisms including apoptosis of uninfected bystanders. بالاخره اینمی حجرات سبب انحس کردن یا سبب تزاید امو وتیری میشه در بدن که او وتیری تخریبی است، یعنی یک پروسس تخریبی است. ما در بدن به حالت نرمال هم یک حالت است که مینال انشاءالله به حضور شما عرض میکنم، این وتیره را به نام این پروسس به نام اپاپتوس زیاد میکنن که به خودی خود در بدن یعنی حجرات تخریب میشه، که البته وقتی که HIV همی حجرات معافیتی بدن زیاد بکنه این همو وتیری تخریبی نرمال در بدن که را به نام اپاپتوسز هم یاد میکنن، ایرم انهانس میکنه، ایرم رو به تزاید میبره، یعنی ازدیاد میکنه. اصلا اپاپتوسز یک اصطلاح است. What is apoptosis? That basically programmed cell death، یعنی پروگرام است که در بدن هست، که پروگرام شده است که بعضی حجرات روزانه رو به تخریب باید بره. اگه یک وتیره یک پروسس نرمال است، و این را باید عرض بکنم که there are between 50 to 70 billion cells die each day due to apoptosis and average human being. در یک انسان نرمال در حدود 50 تا 70 بیلیون بیلیون حجرات روی امی وتیری اپاپتوسز از بین میره. سو بین 50 تا 70 بیلیون به حساب این دیگه ای وتیری اپاپتوسز حضرت بیدل ابو معانی بیدل هم بسیار به رقم خوب توضیح کرده، میگه نفس هر دم ز قصر عمر خشت میکند بیدل، نفس هر دم ز قصر عمر خشت میکند بیدل، پای تعمیر این ویرانه معمار این چنین باید. عجیب است که یعنی راستی هر نفسی که آدم از بین میبره کشیده میشه و کاربون دای اکساید نتیجه تقریبا 50 تا 70 بیلیون حجرات است که از بین میره و یک وتیره یا تخریب نرمال در بدن است. و این البته همی اپاپتوسیس در اطفال تقریبا که مرایق خوب بدن، یعنی تخریبی حجرات تخریبی نرمال programmed cells in children are destruction is between 20 to 30 billion cells on a daily basis or a daily cheese. So when CD4 T cells number decreases below a critical level, وقتی که این از اندازه حجرات از اندازه نرمالی که باید با مقاومت بدن تأمین بکنن پایین تر به این زمینه را مساعد می سازن، that cell mediated immunity is lost and body becomes more susceptible to opportunistic
انفکشن. اما بدن معروض میشه یا مقاومت بدن از بین میره و بالاخره مو به حساب به میکروب های طفیلی یا اپورچونیستیک که در بدن وجود داره و این سیستم معافیتی را زیر کنترل نگه داشته این فعال میشه متاسفانه. خب بالاخره بازم عرض میکنم وقتی که CD4 یا سیستم معافیتی بدن پایین بیایه این زمینه را cell mediated immunity is lost and body becomes more ما دو رقمی we have two types of immunity in the body, one is called cell immunity, the other one is humoral immunity. Basically the cell immunity is the one that we are talking about. Humoral immunity floats in our body. Cell immunity is in our tissues that prevents the penetration or keeps our immunity intact. به هر حال این تقریبا یک سیستم است که ما وقتی که امروز ما بحث میکنیم بحث ما سر روی سل ایمینیتی است. این هیومورال ایمینیتی یا ایمینیتی که در مابین ایمونوگلوبولین ها و اینا است که به ذات خود یک بحث دیگه است، ما روی از او بحث نمی کنیم. این خود سی دی فور وقتی که یعنی ایدز عمله میکنه روی بدن ای همو سی دی فور و مکروفاجز و دندریتک سل از بین پایین میاره. وقتی که تعداد از ای همو حد لازمه که لازم در بدن همو تعادل نگاه بکنه پایین بیایه the body become prone to so-called opportunistic infection. یا opportunistic infection هم خود میره به همه انفکشن های یا میکروب های طفیلی است که در بدن او فعال میشه. We have two types of HIV viruses. One is called HIV-1 and the other one is HIV-2. HIV-1 is the most virulent type and this is the one that causes a global problem in the entire world. And it's also called HTLV. Human T-lymphocyte virus 3 as well. That was old name, which we used to call it, and that is again the most virulent type. That's the one that really causes the globally the cause of HIV in the entire world. Of course, global by itself means that. HIV-1 is an anaviski, it's a kliban, به سیستم قسم جهانی سبب عیده که ما میگیم سبب از او میشه در کل جهان به سوی جهانی. و البته ما کیر بنامه البته بنامه HTLV-3 هم یاد میکنند و ویسار یک میکروب حاد یک ویروس حاد یا ویرولنت است که از انواع دیگی HIV هایی که مخصوصا متنا دو نام به شما عرض کردم، یکی HIV-1 بود، HIV-2 هم است که البته زیادتر it's not it implies that fewer of those exposed to HIV-2 will be infected per exposure. When they are exposed to this, they will not have the same symptoms. Only a few people among thousands when their immunity is already diminished or decreased, those are the people they will be prone to have be affected or by HIV-2. Yeah, کسایی که تقریبا ایمونیتیشان پیش از پیش کانسر دارن یا سرطان دارن یا توبرکلوزیس دارن یا اینا دارن، اینا البته وقتی که معروض به HIV-2 میشن اینا البته میکروب یعنی این میکروب در بدن از اینا نفوذ و انتشار میکنه. و البته این تفاوت داره از HIV-1 که پیشتر به خدمت شما عرض شد. پس بازم عرض است که HIV-1 یک میکروب تقریبا گلوبالی یا جهانی است که ای به سرعت به تعداد خود می افزاید در بدن و البته سار ویرلنت است، یک میکروب یک ویروس نهایت حاد است و به HIV-2 که است قدر به مشدت یا ایکویتی یا ویرولنس HIV-1 نداره و تنها کسایی که قبل از پیش معافیتشان از سبب
امراض دیگه پایین آمده، اونا وقتی که معروض میشن به تکلیف اونا می میکروب برشان پیدا میشه. از نظر استوری یا تاریخ البته مسلمان ایدز در بشریت شاید بوده، اما کشف اید که است اصلا در سال نام اید یا acquired immune deficiency در سال 1981 تقریبا در امریکا کشف شد. And the initial cluster of IV drug abuser and gay men with no known cause of impaired immunity showed some symptoms of pneumocystis carinii. What happened is that people who were normal people, but they went to emergency room, they found that they had evidence of pneumocystis carinii pneumonia. And they thought, my God, this is a new concept. These guys are healthy. There is nothing wrong with them. And all of a sudden, that was... So in the group, the first time, the drug IV drug abuser بودن، یعنی تزریق مواد مخدره اینا میکردن، و اونا در ظاهر مردم بسیار نرمال به امرجنسی رفتن، دیده شد که اینا کلچرشان آمد، دیدن که نمسستس کرینیا یا نمسست جیروویچی که حال وی ثابت شد که البته یک چیز یک کانسپت بسیار نو است که از امو خاطر است که that's why initially the term GRID, G-R-I-D, was coined. GRID stands for gay-related immune deficiency. The first time we used to call this disease the gay-related, this name was coined that it was only the disease of the gay people. But later on it was found that it's not only gay, but other people could also acquire this disease as well. دیگه از در اوایل تر حدث می شد که این دیزیز مرض مردم گیس یا کسایی که آوی بود، بعدتر فهمیده شد که اصلا تنها مربوط مردم گی یعنی کسای درگ بیزارا و اینها نیست، و اشخاص دیگه هم که معروض به این مرض میشه یا خون میگیره کسی که یا مثلا از طریق جنسی یا مادره که تکلیف داره، که من روی از این انشاءالله بحث میکنم یک دقیقه چند دقیقه بعدتر. در 1983 در was a doctor in 1983 Dr. Gallo in Luca Montagnier, M-O-N-T-A-G-N-I-E-R, they both submitted their paper on the same to Journal of Science, and both of those papers were published in the same journal back to back. They were kind of the pioneers of discovering this disease. The name was Dr. Gallo and Dr. Luc Montagnier. That was a novel, of course, discovery that retrovirus may have been new discovery that was published in the Journal of Science in 1983. خب عرض شد که بار اول دو مخترع از این مرض که به حساب اختراع نیست، کسی که کشف کرد discovered it، اینا دو دکتری بود به نام دکتر گالو مونتگیری در 1980، و البته اینا در عین مجله ساینس هر دو آرتیکل، هر دو مقاله دو عالم که روی از این موضوع بحث کردند که در این وقت به حساب back to back چی شد. از نظر منبع در سورس در اوریجن both HIV and HVL are believed to have originated in non-human primates in the West Africa. اینطور حدث میشه که هر دوی از این میکروب های HIV1 and 2 در پرایمیت، یعنی در به حساب شادی هایی که در افریقا، مخصوصا در وسترن افریقا، در افریقای غربی، از اونایی به وجود آمده از طریق یک فرضیه که زونوزز، یعنی از چی حیوانی به انسانهای انتقال کرده. Through a process called zoonosis. So that was very common. It was originally thought that they have originated from primates in West Africa. Both of these diseases, HIV-1 and HIV-2. Anyway, signs and symptoms of this disease, like any other viral infection, is aches, pain, nausea, vomiting, lethargy, weakness, malaise,
رنی نوز، رش، اتسترا. علای ما مخصوص آرازی از این مرض مثل هر مرض دیگه ویروسی و جاندردی، سردردی، رشه، رش، سرخی روی بدن ایناست که تقریبا کدام و این آلوات تقریبا it looks, usually it happens 2 to 4 after weeks post exposure که تقریبا 2 تا 4 هفته بعد از اینکه یک مریض به این مرض به حساب مصاب میشه این حالات 2 هفته بعد 2 or 4 weeks of post exposure all these symptoms happen in the patients که مجمجه از جاندردی سردردی است اینا 2 تا 4 هفته بعد از اینکه یعنی مریض به این مرض به حساب مصاب شده می باشه این حالات گیره به حساب ما به حساب ما این دوره اینکیویشن مرض است یا تفریق مرض است پیدا میشه some people also develop opportunistic infection at this stage, such as signs and symptoms of opportunistic infection, such as nausea, vomiting, chronic diarrhea, polyneuropathy, and Guillain-Barré syndrome. Also, بعضی مریض کسایی که معروض میشه در می دو هفته بعد از 2 یا 4 هفته اینا با اضافی تاو و دلبدی و اینا برای اینا تقریبا سالهای دوامداره که اضافه از یک ماه دوام میکنه جاندردی هاست پرفرال نیوروپاتی التهاب اعصاب محیطی و همچنان یک حالت است به نام یک مرض عصبی است که گیمبره است که اسندنگ نیورایتس یاد میشه که البته بعد از کمپیلوباکتر و باز امراض میکروبی دیگامی تقریبا پرودرومال the prodromal phase of the prodromal thing of Guillain-Barré is also some other viral infection like some diarrhea and campylobacter infection. It is one of them viral infection as well. So ba baz ashkhas taw dilbadi ya ina paida meshe. Waqti ki maraz ek kamak peshrafta meshe ira ba nam AIDS. AIDS yak istilah is acquired immune deficiency. Waqti ki HIV mire dar badan تمام معافیت حجرات از بین میبره و نه HIV goes and that destroys the immune system that may make you a patient sitting duck for developing of course opportunistic infection and that only happens when the CD4 number is less than 200 or a patient goes to a physician they find out he has esophageal candida esophagitis or the patient has a pneumocystic carinia or pneumocystic Jirovici infection, that's it. It by definition is when CD4, the immune, the cells that keep the immunity when it drops below 200 or below, that is called AIDS or acquired immune deficiency syndrome. By حساب تعریف AIDS is که وقتی که متعداد حجرات که معافیت بدن نگاه میکنه که او را به نام CD4 یاد میکنن این وقتی که از 200 پایین میایه و همچنان مریضا میرن به پیش ما و دکتر اینا اکسری گرفته میشه و دیده میشه که اینا نمونیا دارن و این نمونیا ثابت میشه که یک نوع چیز پرازیتیک انفکشن به نام نوموسیستیس کرینی است دارن این به ذات خود تشخیص میکنه که این مریض این مرض مرض اید داره یعنی بالاخره HIV بالاخره استاستا سبب تخریب معافیت بدن شده و این بروز نوموسیست کرینیا و پایین آمدن حجرات CD4 یا معافیت بدن این تعریف به حساب ایدز مسلم میسازه به هر حال So people with AIDS have an increased level of developing viral infections, some cancers like Kaposi sarcomas, Burkitt's lymphomas, primary central nervous lymphoma, cervical cancers. کسانی که AIDS دارنی معلوم دار وقتی که معافیت تمامی امی ویروس ها سبب تبارز باز امراض دیگه کانسری که مربوط به ویروس است که از جمله مثلا به نام کاپوسی سرکوماس که دکتر صاحبای که اگر به این پروگرام گوش میتن اینا میفهمند که قسمت ویولیشس یک تقریبا یک
به حساب بانجانی رقم یک چیزای در بدن پیدا میشه که البته وقتی که آدم از این مقطع میگیره یا بایپسی ثابت میکنه که این کپوسی سرکوم است یا برکتس لنفوم است یا که او هم عوامل دیگه هم داره به هر حال و همچنان مثلا پرایمری سنترال نروس لنفوم و همچنان البته یقینا که سرویکل کانسرز بعد مریض پیدا میشه که به ذات خود البته کل از اینها that they're all signifies AIDS. The AIDS actually means that there is not enough immunity in the body and that has the patient is really now deficient and is prone to develop all these diseases like cervical cancers, Kaposi sarcomas, Burkitt's lymphoma, primary central nervous lymphomas, cervical cancers, and etc. Kaposi sarcoma is seen in 20-40% of the people with AIDS and HIV. باید در شبه که کسانی که باز مرز است که یه تجربه دریش است که کسایی که AIDS دارن اینا بالاخره در اینا در قیبا میکروبای امراض جلدی کاپوسی سرکوم است یا برکتس لنفوم است یا مثلا سرویکل کانسر اینها additionally patient with AIDS frequently have systemic symptoms such as prolonged sweats swollen lymph glands weight loss chronic diarrhea با اضافه از این که کسایی که AIDS دارن و باز کاپوسی سرکوم اینا باز امراض سیستم و علائم اعراض سیستمی که به حساب اینا عرق دارد بسیار مخصوص عرق شبانه و غدودهای گردنشان که لنفادوناپاتی ناست وزنشان کم میشه دایری سالات بسیار دوامدار دارند که تقریبا از ماها دوام میکنند این البته یکی از دیگه از اعراض و همچنان علائم علائم همون چیزیست که آدم به چشم میبینه آراز چیزیست که مریض میه به دکتر میگه که من مثلا من تکلیف مدارم مثلا وزنم کم است عرق میکنم اشتیا ندارم اینا بنامین ترانسمیشن یا سرایت از طریق سیکشوال اکتیویتیز ترانسمیشن از طریق سیکشوال اکتیویتی بادی لیگ فلویدز مادر تو چالد امیدل تل نو در بادی ترانسمیشن Blood transfusion is the common cause in 90% of the cases. Childbirth, when a child is born to a mother who has HIV, there's 25% of chances this child or the infant will have that. Of course, percutaneous needle stick, it is 0.30%. Penile, vaginal intercourse is very small, 0.05%. ما باید عرض کنم که سرایت از طریق چی جنسی است و بادی همی مایات بدن است پس کسی که اید داره یست با تبادل جنسی اینا صورت میگیره و مخصوصا اگر اک مریض اید احیانا در مراحل اول از او خون گرفته شوه و یه خون به اک مریضی که ضرورت داره داده شد تقریبا در 90% مخصوص مادرانی که در افریقا چایل دارن اینا متاسفانه وقتی که اینا از طریق the vertical delivery که از طریق راسی یعنی نرمال 25% از اینا بالاخره اطفال منجر به البته عوامل دیگه هم است که مثلا کسی که اید داره و یک دکتر یا نرس مثلا سوزن در بدنش زرق میشه یه تقریبا 0.30% احتمال داره که مریض نرس مثلا چی بگیره یا مثلا از طریق بعضی اکتیویتی های جنسی هم مثلا که البته فیصدیش بسیار کم از 0.05 یا 0.03% بسیار کم است یعنی هم عامل از این یعنی سبب سرایت چی شده میتونه باید عرض شود که تقریبا HIV در کل جهان کسانی که از نظر احصایی که گرفته شده احصایی بسیار جدید در کل دنیا تقریبا 34 میلیون در 34 میلیون
people afflicted with this condition worldwide. Of these, 16.8 million are women and 3.4 million are less than 15 years old. And it is and the death and mortality and morbidity in 2010 and universally or globally was 1.8 million people, which has down from 2005, which was 2.2%. البته در کل جهان 34 میلیون نفر معروض است. احصایه WHO این است که از جمله در خانم ها زیادتر است، مخصوصا در دخترای جوانه که بین سن 15 و 20 این است، این ها زیادتر و مخصوصا. البته مرگ و میر به سطح جهانی در 2010 1.8 میلیون در کل جهان بود و البته در 2005 تقریبا 2.2 میلیون بود. البته این ما از نظر اپیدمیولوژی یک پاندمی است. پاندمی هم او را میگن که تقریبا یک مرضی که جهانی میشه در کل جهان است و باز هم عرض شد که تقریبا در یعنی احصایی های متاسفانه از جهان شرقی و مخصوصا افریقا و اینا که مرض بسیار یعنی شایع شیوع زیادتر است، یعنی اوقدر آمار و احصایی های درست به دست نیست، اما به صورت کلی تقریبا 34 میلیون و احتمالا گفته میشه چون بسیار حال دوا در افریقا و اینا در هند و اینا و مریضا داده میشه، اما مرگ و میر در مابین این مردم در روبه کمیس در وسط جهانی. و من گفته شد که من یک وقفه باید بگیرم و بعد از انشالله بعد از یک وقفه مختصر I'm told that I take a break and after break I'll be back in a few minutes. Thank you very much. سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له. تلویزیون ایمان پیام آور سعادت هر دو جهان. سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا يا بشير الله
یا رسول الله. محمد, the light of my eyes, about you they spread many lies. If only they came to realize bloodshed you despise. Ya Rasul سلام چطورستی؟ نگفتی میرین سوپر جردن برای خرید وگه نه منم باهات میمدم. فرق نمیکنه حالا میریم با هم خانه ما. ببینم کدوم برنجا رو داری برمیداری. نه 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 اینو بردار. برنج انبر این جدیده. عطرش گیجت میکنه. راست میگی؟ پس من اینو میگیرم. انبر. این هم از کمپانی آهوبر است. برنج انبر. عجب چای خوشمزه ایه. از زمان کمپانی اوبر است. اسم شما اوبر است. چرا نگفتی که یک دونه شو من بخرم؟ آه من میشه چند دونه میخرم. ببین از کمپانی اوبر است یکیش از خودت باشه. آه تشکر عزیزم. سلام جان مادر. چی خوب بوی برنج می آیه. این همون بوی برنج انبر از کمپانی اوبر است. واو آی لاو ایت. برنج انبر. برنج انبر یکی دیگری از محصولات کمپانی اوبر. برنج انبر با عطر و طعم بی‌نظیر. برنج انبر را از مغازه های خوراک فروشی افغانی، ایرانی و عربی به دست بیاورید. محصولات بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مجده به خانم ها و دختران زیبا پسند. جدیدن مغازه آریا بازار با جواهرات چشمگیری افغانی، اروپایی و هندی که هر ذوق مشکل پسند را خوشایند است، در وی پارک مال شهر نیویورک کالیفرنیا افتتاح گردید. در این مغازه زیبا و آراسته شما صدها نوع جواهرات زیبا با دیزاین های چشمگیر را مشاهده میکنید. جواهرات زیبا و قشنگ برای همه خوشی های شما محل مناسب برای خریداری تحفه به همسر و دوستان. در آریا بازار جواهرات با طلای سفید و طلای زرد پلید شده و جواهرات نقره با سنگ های مختلف که هیچ وقت رنگ و زیبایی خود را از دست نمی دهد و همچنان از سنگ های زیبای چون یاقوت، فیروزه، لاجورد، عقیق، مرجان و غیره که در ساخت جواهرات زیبا استفاده شده است. اصلا مهمتر قیمت های باور نکردنی این جواهرات زیبا می باشد که شما به $75 بهترین یک ست زیبا و مکمل که شامل گردنبند، انگشتر و زیرگوشی است خریداری می کنید. فشن جولری سید اونلی 3950. همچنان جواهرات اسلامی مانند اسم الله، چارقل شریف، نظر موره، تسبیح های زیبا و انگشترهای مردانه شیک با سنگ های عقیق، فیروزه و مختلف دیگر موجود است. حتما یک بار در آریا بازار قدم بگذارید و مطمئناً از خریدارهای دائمی آن می‌گردید. با اطمینان کامل از طریق وبسایت www.aryabazar.com تمام جواهرات را مشاهده نموده خریداری کنید. آریا بازار در نیو پارک مال شهر نیویورک 1091 نیو پارک مال نیویورک کالیفرنیا 94560 منزل اول در دهلیز میسیز مقابل کی جولر. تلفن معلومات 510-371-6975 یا 510-943-2230. آریانا ورلدواید با سابقه ترین و با اطمینان ترین شرکت حمل و نقل در سراسر جهان. نمایندگی آریانا ورلدواید در شهر هیوستن، نمایندگی آریانا ورلدواید در شهر سان فرانسیسکو، نمایندگی آریانا ورلدواید در شهر دوبای،
نمایندگی آریانا ورلد واید در شهر هرات و شعبه مرکزی آن در شهر لس آنجلس برای خدمت با شما هموطنان عزیز کوشش نهایی نموده و با قیمت‌های مناسب و بهترین سرویس اموال تجارتی، موترها و لوازم شخصی شما را در همه نقاط جهان از طریق هوایی و یا بحری انتقال می‌دهد. برای معلومات و سفارشات لطفاً با تلفن‌های شعبات آریانا ورلد واید تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت arianaworldwide.com مراجعه نمایید. از وقفه مختصر بازم به خدمت شما هستم. من عزیز کمالی متخصص امراض داخل استاد فاکولته طب پوانتون دیویس واقع در شمال کالیفرنیا است. من موضوع امروزی را نظر به درخواست محترمین برادران خواران چون موضوع تقریبا جهانی است، یعنی اید، و من تا جای من چندین آرتیکل و مقالات تا جایی که خواست میره من هم به حساب هم مترک سهلتر و آسانتر به همه بسازم، اما بازم البته مسئله من که باز اصطلاحات تکنیکی و چی نمیشه که آدم مثلا از من ایر آدم بتانه مثلا ممون نحوی که لازم است، یعنی به زبان سلیس و ساده که باید بیان شود گاگای یعنی امکانش موجود نیست. اگه امید است که به عرض پوزش از همه تا جایی که هستم و کم ما و کرم شماست انشالله. برحالی باید همچنان از من خواسته شده بود از بسیار محترمین و خواران که به زبان انگلیسی آچی دارن که من بازی کوشش میکنم که ایره من به مرقمه که یعنی کمک دری و کمک انگلیسی. بازم عرض است که HIV is a universal global problem. It's a condition in which progressive failure of immune system allowing life-threatening infection cancer etc to thrive. یک حالت یعنی به حساب یک حالت است که تقریبا سیستم معافیت بدنی را از بین میبره و بالاخره منجر به این میشه که بدن از بعد از رفتن از بین رفتن همو سیستم معافیتی بدن زمینه را مساعد میسازه برای بروز کانسرها و همچنان مثلا کانسرهای جلدی اسلم سیستم لیمفاوی است، لیمفاتیک سیستم و اینا را زمین را مساعد می‌کند. ما همچنان we also mention HIV infection infects vital cells in the human immune system such as helper T cell which is called CD4 macrophages that is up, you know, that swallows the infection or all the debris or whatever and the dendritic cells as well. Once that's gone, it's destroyed, obviously, a human is, or a person or patient is setting deck for a opportunistic infection. وقتی که از بین میره، من از خاطر تکرار کردم که یه تقریبا از من خواسته شده بود که همچنان روی البته بعد از چی روی تداوی منطقه هر است که یعنی من باز دوار انشالله من به شما تذکر میتونم منطقه است که تداوی از بسیار تقریبا تکنیکی است و تقریبا کمک که سبقه چی داره تقریبا سپیشالتی داره و مخصوصا بعد از وقتی که بعضی کسایی که مثلا به این مرض مثلا مخصوص در افریقا یا اینجا در میدیکل سنترها و در کلینیک سنترها اینا تقریبا هم متخصصین انفکشن دیزیز که در رشته دلچسپی داره اینا مریضا را تداوی میکنن. منطقه باید عرض شود که the main thing is the transmission of the disease that is actually
sexually transmitted body fluid in and mother to child. I mentioned that blood transfusion causes 90% of cases, and childbirth is 25. Needle sharing is 0.67%. Percutaneous needle stick is 0.30%. And insertive anal intercourse, is 0.03%. Receptive penile vaginal intercourse is 0.05 or 0.03%, which is less than 0.5%. And receptive oral intercourse 0.04%, or insertive oral intercourse is 0.005%. ibaral yani sharait is ke nazar bhai ke blood transfusion dadan khun agar mariz ke khun dara ye dara wo dar marhale awal par is ke waqt ke adam eight me gira when you have eight it takes 2 to 4 weeks the incubation period before you see the signs and symptoms, and within that period if someone donates blood and the person is the receiver is taking it, is 90% of chance the receiver is getting blood from the donor who is already afflicted with this condition will get the disease. And that's a big percentage, that's 90%. The percentage is very low. And of course, we have said that the epidemiologically, there are 34 million people afflicted with this disease and in the entire world. They have and of these 16.8 million are women, and 3.4 million are less than 15 years old, and the mortality and morbidity is universally, which was reported in 2010, was 1.8 million, which is down from 2005, which was 2.2 million. Albatta مرگ و میر به سطح جهانی کمک رو به کمیس در 2010 تقریبا 1.8 میلیون نفر به سطح جهانی یعنی مرگ و میر بود و البته پیشتر از او در 2005 تقریبا مرگ و میر به حدود تقریبا 2.2 میلیون میرسید به سطح جهانی. البته یک مرض پاندیمیک است که باید هر شب و باز مرض است که تقریبا در خانوما زیاد است و معلوم دار ما تشخیص دیاگنوستیس فور دیاگنوستیک ریجن دی جنرال پرنسپل از دات دیاگنوستیس اف اچ آی وی از استابلیش بای وان اف دی فالوینگ متدز. یکی از استابلیشمنت از اینا با یکی از طریق های چیز که یکی از طریق های زیل صورت میگیره. نمبر ای از دی انتی بادی اسپیشلی پی 24 انتیجن. دیز وری امپورتنت اف سامون از اکیوتلی ایل اند بیکاز انکیوبیشن پیریود اف this disease takes 2 to 4 weeks, but if someone is suspecting, you send antigen P24. If that's positive, it means the person that is the another simple English slang, there is a the disease is cooking in this person's body. That's A. B is a IgG antibodies appear at 6 to 12 weeks. Antibody IgG تقریباً بعد از 6 تا 12 هفته بعد در appears in the body after 6 or 2 weeks following HIV infection in the majority of patients. And actually, it's 95% of will definitely have antibody after 6 months. But, and once it's positive, the positive test should be confirmed by a Western blot because there are false positive, false negative. But when a patient is diagnosed with HIV, you know, we exercise by name Western blot, blood که او sensitivity. ما دو اصطلاح اپیدمیولوژیک داریم یعنی از نظر statistical. Well, one is called sensitivity which confirms the disease, specificity which rules out the disease. Western blot has Western blot BLOT has the highest sensitivity, which means that if someone is HIV IgG is positive, they automatically perform the what is the Western blot on this to make sure this person really has AIDS, because it's a death sentence by itself, although things are now much better than it was before. So we always reconfirm it with Western blot. وقتی که مریض HIV, در اول initially we do, if someone is, we do the P24 antigen. That will show right away that within few days the person is
exposed to HIV, but of course it will take 6 to 12 weeks to IgG to develop. One thing is that we always think about a viral infection, that HIV, that IgM is always like hepatitis B and C. IgM actually shows the acuity, not the the chronicity. So what it is that IgM and AIDS is useless. It's basically it's insensitive. Keep that in mind. That's not. That's why we never order IgG, IgM of AIDS. We always do an IgM antibody. We never order it. But that's okay. IgG, P24 antigen ما آردر میتیم اگر کسی که به اید مصاب شده در ظرف 3 یا 4 روزی را شاید نشان بده. اما IgG تقریبا 6 تا 2 هفته را میگیره. 6 تا 12 هفته را میگیره و حتی در باز بعد از 6 ماه حتما 100% 100% مریض IgG علائم پوزیتیو میشه، مثبت میشه. منتها ما در طبابت کسانی که هپاتیتیس بی دارن یا سی دارن ما با روزنا آی جی ام میتیم، یک تست آی جی ام که او به حساب حاد بودن مریض، اکویتی مریض نشان مرض نشان میده. مونتا در ایدز، در ایچ آی وی آی جی ام انتیبادی از یوزلس، بیهوده است، هدر است و بسیار انسنسیتیو است. سو برحالی از خاطر از شو وقتی که ستاندرد آی وی انتیبادی تست وانس ایتس دن that we also confirm it by another system which is called enzyme immunoassay, EIA. And EIA was actually introduced in 1985. بعضی اوقات ما غیر از اینکه وستن بلات است با همچنان با EIA which is enzyme immunoassay. We also confirm it, او را ما confirm میکنیم که وی enzyme immunoassay یک concept نو نیست و بعضی اوقات ما PCR polymerase chain reaction هم بسیار مهم است. منتها متاسفانه که در جهان شرقی ما پی سی آر نداریم و البته بعضی جایی که البته که اندازه ادوانس شدن تستایشان یکمه که اونا هم وستن بلات و اینا دارن که خوشبختانه مریض اول باید we have to also mention the false positive. Some people have false positive test as well. That's why when someone has AIDS we have to really do 3 or EIA test of enzyme immune deficiency in Western blood to make sure that we are not branding somebody wrongfully with HIV. Albata, we also have some rapid antibody test in the United States. Actually, CDC, Center for Disease Control, in 2007 allowed some of the organization to introduce the rapid test for populace, for people. There are more than 230 organizations is kind of involved. در 2007 CDC, Center of Disease Control, که در آتلانتا اجازه داد به بعضی ارگانیزیشن ها که بعضی تستایی که آنن یعنی HIV را تشخیص میکنه این اجازه داده شد که ایره مثلا با پبلک در مابین فارماسی ها اینا چی میشه. خوبی the benefit, the advantage of this is that it's rapid, but the disadvantage is the sensitivity. Whether it's 100% sensitive like Western blot or not, it's unclear. ای معلوم نیست که ای چیزای تستایی که در بازار وجود داره وقتی که یک مریضی که بخواه خوبی چیز که فوری در ظرف 5 دقیقه یا 2 دقیقه هر وقتی که میگیره برای مریض میگه که آید داره یا نه. اما بدی چیز که ای که راستی فالس پوزیتیو و فالس نگاتیویتی ای واقعا یک تست ریلایبل قابل تایید است یا نیست ایره آدم 100% گفته نمیتونه. منتهی باز تست هاییست که مثلا در بازار در different types of test they call اورا کویک رپید ایچ آی وی اورسا کویک رپید ایچ آی وی ریورسل ایچ آی وی ملتی سپات ایچ آی وی. And these are the name of whatever it is. These tests are available. The kits are available in the. One thing I forgot to tell you is one thing. چیزی را که من فراموش کردم که باید عرض کنم که classification
HIV ما ایره به 3 یا 4 استیج تقسیم میکنیم. استیج 1 از اسیمپتوماتیک، استیج 1 از اسیمپتوماتیک وات CD4 کاونت اف مور دن 500. Anything more than 500 CD is normal. If someone helper cell or CD4 T cell is more than 500, that person is basically considered and they are basically asymptomatic. But stage 2 is the one that mild symptoms like may include minor upper respiratory tract like cough and congestion, a little sweating. And these people have a little lower than 500. ما از نظر کلاسیفیکیشن ما کلاسیفای میکنیم HIV را به 4 دسته. دسته اول است که اما تعداد CD4 از اینا از 500 زیاد است که اینا تقریبا مردم نرمال است، اکثر انسان های نرمال از 500 زیاد دارند. اما وقتی که یک کمک از 500 پایین بیافه مایل سمتم آراز کمی مثلا کمک سیستم تنفسی یا کمک سلفه یا کمک اینا به مریض پیدا میشه. و اگر ما استیج 3 میز که از لیتل ادوانس کمی که با پیش رفته تر است که معلوم دار امو CD4 count is less than 380 and stage 4 is the one that this is the stage they call it the AIDS stage. That's the one that person already converted to AIDS. AIDS was we mentioned when someone CD4 is less than 200 when they have a pneumocystis carinii in esophageal and tracheal candidiasis, یا کپوسی دارن. یه وقتی که استیج 4 ما مرحله است که مریض تقریبا از HIV نو با AIDS رفته، اما CD4 کانتشان از 200 پایان است. اینا تقریبا وقتی که زبان خود آواز میکنن یک وایت اگزودیت از کاورینگ دی ماوت اند اسوفاجیل، دی هاف دیفیکالتی سوالوینگ، اینا تکلیف سوالوینگ اینا دارن و متاسفانه اینا کپوسی دارن و نوموسیستس کرینی ها اینا دارن. از نظر دوا ما تقریبا زیادتر سر از این باید بحث نکنم برای از اینکه بسیار مسئله تکنیکی است که ما دوایی که ما میتیم نوکلیوزاید نوکلیوتاید ریورس ترانسکرپتیز است که the second one, these are all these two categories. دو کتگوری نوکلیوزاید نوکلیوتاید ریورس ترانسکرپتیز انهبیترز است که ما باز سلاید ها رو جور کرده بودم ممرای محصلین یک چند وقت بیشتر این رو بحث کردیم. برحال I just made some slides but unfortunately it's so technical. You have to, when you see it, it's very confusing. You have to know the basic, the pathophysiology and pathogenesis of diseases and the mechanism of action and the replication and how that, when the thing gets into your system, what replicates, how it this evolves into your body. Yeah, so but anyway, یک کمکی بسیار تخنیکی تر میشه و برازی که بسیار کمک مشکل است. بعضی دوای دیگه به نام پروتیز انهبیتر است یا مثلا فیوژن انهبیتر است یا انتگریز انهبیتر است و یا انتری انهبیتر است. These are 8 categories, 8 دوای مختلف است که داده میشه. و البته نیوکلوساید انهبیتر را که به نام باکاویر یاد میکنند یا ABC یا بایفام لاموویدین. سو نوکلیوتاید از تنافاویر است. برحال این دوای است که چیزایی است که شما حتما یعنی خدا نکنه که شما کسایی که پروگرام گوش میتن ایدز داشته باشه، اگر احیانا بودم این چیزایی است که تخنیکی است که معلوم دار داکتره که معالج ای به این مسائل کمک که حتما وارد است. اگر نباشه هم و حتما باید مریض به یک داکتره که متخصص این تکلیف است. و ما علتی که ایره انتخاب کردم و راستی من بسیار کوشش کردم که تا حد امکان ایره زیادتر آنفهم بسازم و این بود که اینمی پروگرام تقریبا. البته بازم پروگرام های دیگه را از من خواسته شده که روی مایگرین صحبت بکنم، بازم توبرکلوز صحبت بکنم، قبضیت هاست که تکلیف زخم های میده، اگرچه من روی از این مسائل بیشتر هم صحبت کردیم. بازم انشاءالله در بازم عرض است در آخر که همین ماه اپریل و میمه کمک مصروفیت های شخصی و حیاتی و مصروفیت های علمی و اینا زیادتر است. ما شاید که با اینجا بیم به استودیو و بعضی پروگرام ها را به حساب
پیش از پیش پر بکنم و اونا را به خدمت شما اینا تقدیم شاید بکنن و گاگای اگر باز پروگرامات تکراری هم باشه ما یقین کامل دارم که ما بسیار سعی بلیغ کردیم که تا حد امکان ما در مسائل به رقمی که تا حد امکان یعنی سهل ممتنی بسازم که برای یعنی آنفان باشه. اما باز هم احیانا این مسائل گاگایی طور میشه که آنطب نمیتونه مسائل تخنیکی را که به زبان دوم و سیوم اینا را آدم به حساب توضیح بده. اگر باز هم احیانا شما سوال داشته باشین با کمال افتخار به من ایمیل بفرستین، من انشاءالله همیشه راستی من به هفته گذاشته تقریبا برای من 200 ایمیل شما روان کردین که از کل و من از شما هم ممنون استم و راستی یقینا تا پروگرام آینده خداحافظ و نگهدار شما باشه. من منتظر ایمیل های شما هستم و ای که شما پروگرام مرا میبینین من ابراز امتنان هستم. خداحافظ و نگهدار. Thank you very much. Thanks for your attention. And send me emails if you want any further information on any subject in medicine. If I don't know it, I'll be more than happy to look it up and provide you with pertinent information. And God bless and assalamu alaikum. سبحانك يا من لا شريك له سبحانك.